خب سلام بچه ها، بعد از چند ماه دارم میرم باشگاه و دارم کارامو میکنم. این روغن همون روغنی که روغن آرگان اویل که از دبی خریدم، تقریبا هیچی هیچی رو صورتم از آن همین الان از همون اومدم. من معمولا وقتی صبح زود از خواب بیدار میشم، مخصوصا هلوش 9 که میشه شروع میکنه صورت من به دونه های قرمز زدن و پاشیدن، بعد این تیم ساعت میره تو. خیلی جالبه، نمیدونم داستانش چیه که اینجوری میشه، اما میشه دیگه. نمیدونم داستان از چه قراره. الان رفتم حمام، بزرگترین معضل برای باشگاه رفتن اینه که حالا چی بپوشی. الان به خاطر اینکه موام خشک خشک نیست، نمیدونم میدونید یا نه، متوجه شد یا نه، من موام اوریجینالی فره، یعنی اصلش فره، و به خاطر اینکه موهام، وای این مو بستن برای همه زنا، میدونم همه تون درک میکنید، به خدا خانومایی که دارن نگاه میکنن، هرچند که بیشتر مخاطبین این کانال مرد هستن، ولی اگه خانومی نگاه میکنه خودش بیاد بگه. یکی از بزرگترین معضل‌های زنا بستر موه. برای یه موی مرتب بستن پدر مادر میاد به خدا، یعنی هفت خانه رستم رو باید رد کنیم و شاخ قولم بشکنیم تا بتونیم این موها رو به صورت معمولی ببندیم. خلاصه دیگه ما میزنیم به دریا و اونجوری که باید دیگه نمیشه. ولی خب دیگه حالا من امروز تصمیم دارم اونو ببافم، چون هنوز آماده نیست برای اوتو کردن. بابا الان از 100 جای مختلف این مو میزنه بیرون. خب حالا میام چیکار میکنم؟ تازه میام خواهی خورده هاشو چیکار کنم. الان اومد بیرون، خدا وکیلی این دفعه که دیگه ویدیوهای من رو نگاه میکنه از این به بعد بدونید که چه عذابی کشیده شده فقط برای یه مو. باور میکنی یه دونه ویدیو هم که من بخوام درست کنم برای مرتب کردن مو همین عذابا رو میکشم. خب دوباره میام یه ذره روغن بزنم و اگر اون ویدیوی خنده دارن این دوستم، چرا یادم افتاد، چون این دوستم که الان داره پیام میده، خب این همون دوستمه که بچه ها هر دنبیلی دارم میبافم و خیلی خودتون رو ناراحت نکنی، چون عجله ایه میخوام برم باشگاه، لباسم هم با شما انتخاب میکنم. این دوست من با هم یه ویدیو درست کردیم که اگه نبینین خدا وکیلی از دستتون رفته. بهتون توصیه میکنم حتما اون ویدیو رو ببینید، چون خیلی قشنگ بود. خودم به خدا 10 بار نگاه میکنم بازم میخندم. من نمیدونم شما چرا نگاه میکنم، فکر میکنم اولش که میزنید فکر میکنید که وای من باید اینو گوش بدم وقتم میره، در صورتی که اونایی که تا آخر نگاه میکنن کلی میخندن، میفهمن که اگه ساب میکردن و حالا که ساب کردن چه چیزه، میفهمن که اگر سب میکردن یک کوچولو چه چیزایی با حال میدیدن. یه چیزی هم داشتیم که موی بافت شده رو میگیرم، حالا باید گرم در دنبال اونم بگردم.
آره نمیدونم چرا موام تازگی هم بد شده. آره بچه اگر اونو نگاه نکردید به خدا، یعنی یه چیز خیلی جالب و خنده‌دار رو از دست دادید، چون خیلی جالب بود. من میذارم اول بافت میکنم، بعد که موام خوش شد مثلا حالا احتمالا شب این موامو اوتو میکنم. قدم بعدی ژل ابروه. ژلای ابرو رو من از ایران میخرم. توی باشگاه همه خانوما، حالا یا هر جا که میرم، خانمایی که ایرانی نیستن بهتر اینجوری بگم، چون حالا اروپایی بودن، انگلیسی بودن، همه ازم پرسیدن که این ژل ابرو تو از کجا خریدی؟ باور میکنی؟ اینقدر قشنگ و جالبه. فرقش رو ببینیم. کار خاصی نمی کنم، فقط می دم به سمت بالا و دومش هم درست می کنم. خب این از این کاری که الان می کنم. بعد از این ضد آفتابی یه فرق خیلی بزرگی ایجاد میکنه تو سوختن پوست. درسته که باز برونز میشین، اما مثلا من گردنم بچه ها خیلی سوخته تو آفتاب. درسته که شما برونز میشید آخرش، حتی اگه ضد آفتابو بزنید. ضد آفتابی که من از دبی خریده بودم عالی بود، حتی باعث نمیشد که من بسوزم یا حتی یک ذره رنگ پوستم زرد بشه. آخه مشکل من اینه که مثلا خیلی ها آفتاب میزنه به پوستشون، بعد اونا مثلا برونز میشن یا سبزه میشن یا مثلا حالت چیز میشن، ولی مال من زرد میشه. زرد میشه. پوست من زرد میشه موقعی که بخوام مثلا آفتاب بگیرم یا آفتاب میسوزونه پوستمو، خیلی قشنگ نمیشه، برای من خیلی به هم نمیاد و مجبور میشم که من از ثانیه که دست چپ و راست رو تشخیص دارم و در واقع لاسن یه اونه که دیگه قرار شد آرنش کنم و اینا، به جز ضد آفتاب رو پوستم خدا رو شکر بزنم به تخت هیچی نزدم. الانم هم همونطوری هست، نمیزنم همونطور که دیدید. بعد از این فقط یه کانسیلره که دارم میزنم، من معمولا جونجه استفاده میکنم. امروز چون باشگاهی بی خودی مبلین استفاده میکنم، خیلی جالب نیست این، ولی خب برای باشگاه مناسبه چون جونجه خیلی گرونتره، خودتون میدونید. بیا چند نقطه هم که همینجوری میزنم. خب حالا چرا من اینو میزنم؟ من دلم میخواست که حتی اینم نزنم، راستیاتش رو بهتون بگم، اما دلیل اینکه مجبورم این کانسیلر رو بزنم به خاطر اینه که دور چشم متاسفانه تیره شده. دلیلش هم اصلا نمیتونم پیدا کنم. همه چیزای پوستی، همه چیزایی که آزمایش خون، همه چیزا رو اتفاق دیدید که چطوری بود. یک کمی تیره تر از پوستمه. یک کمی که چه ارز کنم، از نظر خودم خیلی، ولی بعضی هم میگن نه خیلی هم نه. بعد من با اون پد ابروی چیز دارم اون تا اونا رو استفاده میکنم. من بلقه دستم نیست، با دست انجام میدم، نمیدونم چرا نمیشه. هر چقدر که اینو اون میگن نه بهش عادت میکنی بهتره اینا، هر کاری که میکنم راست کارم نیست، باز با دست راحتم. اما اقسامش هم خریدم که بهش عادت کنم، ولی نمیشه. اینو که پخش کنم بعد از این اعتبارا چیزی که میبینیم بریم با هم افید یا در واقع لباس باشگاه رو انتخاب کنیم، که خیلی هم میدونم الان که من چند ماهه به خاطر یه مسئله که خودتون در با خبر هستین نتونستم که برم باشگاه. تو رو خدا اتاق به هم ریخته، من نمیدونم چی انتخاب کنم، نمیدونم. باور میکنی؟ دو تا جوراب که دارم این گوشه بود، ولی اینو بپوشم. این خیلی خوبه، اینو میتونم بپوشم.
مشکل من اینه که شلوار زیاد دارم، منتها بلوز زیاد ندارم، یعنی تاپ دارم ها. نیم تن از مارم الان چاق شدم و خیلی دستم باز نیست برای پوشیدن نیم تن. وای اونا چیزه همه. خب تصمیم بر این تاپ و این شلوار نایک ساده شد، چون انقدر چاق شدم که هیچ چیز رنگی رو میتونم بپوشم بعد سه ماه. اینه من کفشام که میبینید عاشق این کفشام با تیپ کامل مشکی. اینم از کفشام. الان داریم میریم باشگاه، تو راه باشگاه هستیم. من خودم ولاگ گرفتن رو خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم که چیزی بهتون یاد بدم که تا آخر اون به دردتون بخوره و از من یه یادگاری داشته باشین. اما در واقع ولاگ گرفتن چیزی هست که واقعا بهش علاقه دارم. نمیدونم چرا علاقه شما ندارید، نگاه نمی‌کنید. هر کی که ولاگ دوست داره دستشو بگیره بالا، حداقل هر چند وقت یه باری. بعد از این دیگه ویدیوی بعدی فکر کنم تو باشگاه هست که می‌بینید. ولی امروز کاملا روزمرگیمو البته از صبح تا ظهرمو نذاشتم که بعدن میذارم، ولی از ظهر به بعد کامل براتون گذاشتم. ایام تو که می دونی 368 کالری سوزوندم برای بار اول که برگشتم بعد چند ماه. جیم بد نیست. با اجازتون خونه هستیم و یه حموم مشتی فقط الان می طلبه که یه دوش حسابی بگیرم. یه دوش دو دقیقه همیشه برای باشگاه میگیرم. بیام بعد بهتون میگم چیکار کنم. خب اینم از غذای من. دیدین تا حالا کسی برای اینقدر کاردیو بزنه بعد بیاد اینقدر بخوره؟ میشونم که همیشه منتظر. غذا رو خوردیم و زدیم ورق و خلاصه اومدیم. بریم برای استراحت. چون خیلی بی حالم. خب حالا چه کار کنیم؟ خودتون نمیتونی تصور کنی؟ الان میفهمم. So next I ببخشید وای نمیدونم چرا بعد من الان یه دفعه شروع میکردم به انگلیسی حرف زدن. چرا فکر کردم یه ولاگم ولاگ انگلیسیه؟ چون ولاگ انگلیسی هم میگیرم. انقدر که ناامیدم کردین و رفتم یه دونه ولاگ چیز چنلی دیگه دستم که فقط تا میتونم توش ولاگ دوستم. من عاشق ولاگ گرفتنم و الان چی کار میکنم دیگه. ببین میخوام خیلی واقعی باشه، برای همینم هم هستش که درخش زاویه دوربین خیلی زاویه جذابی نیست دیگه، خودتون میدونم. من به دوستم زنگ زنم. چرا؟ چون کارش دارم. اگه شما پشت دوربین نبودیم دقیقا هم کار بکنم. صبح
بهم زنگ زده بود جواب نداده بودم تو کار داشتم الان که ایشون جواب نمیده تکست ایزی تکست میخوام برم چیکار کنم سنگین شدم غذا خوردم دلم میخواد برم یه کمی یوتیوب ویدیو نگاه کنم شایدم همین الان برای شما یه ویدیو برم اون ویدیو رو بگیرم یه ویدیویی که خیلی به کارتون میاد و براتون آماده کرده بودم هنوز نگرفتم این موقعا که میشه معمولا زور که میشه میشینم کامنتاتون رو میخونم نمیدونم کامنت هایی که تا حالا بر من گوشین جواب ندم و میخونم جواب میدم هرچی جواب نداده باشم بعضیش جواب نداره واقعا جواب نمیدم ولی اکثرا من اقعا خوش شانسم که آدم های خیلی با شخصیتی که کانالم هستم و همیشه کامنت های عالی دریافت میکنم این یکی از چیزهایی که تو دنیا منو خیلی خوشحال میکنه در این حد اطمینان دارم به شماها که وقتی که یه نفر میاد یه چرت و پرتی میگه قشنگ میفهمم کیه میدونید که چی میگم برم اون ویدیویی که قرار بود براتون بگیرم آماده کنم بگیرم یه چای درست کنم ولی دلم خیلی از چایای ایرانی هل دارچین گل روز ببخشید گل محمدی خوش شده دارم همه اینا دارم نبینید حالا اشتباه میکنم من پرفکت درست میکنم یه دور آبشو خالی میکنید میخوام درست کنم که بریم برای اتاق مطالعه برای درس خوندن ادامه درس خوندن صبح تا زور درس خوندم زورم و شما فقط زور به بعدم رو دیدیم بریم اتاق مطالعه میگم خیلی دلم خواست از اونا درست کنم ولی امروز بری فروت ویبرنت و فروتی تی داریم در واقع بری فروت تی امروز اینو درست میکنم خیلی راغبش نیستم فیوریت هم نیستش بوی خوبی دارم از این که اینقدر رنگ میندازه و غلیظه معلومه که یه چیزش میلنگه میدونیم من اینا رو همیشه یه آب میگیرم بعد میندازم توی مال و دیگه چی برم دارم میرم اتاق مطالعه اونجا رو بهتون نشون میدم با دو تا خورما اگه تو انگلیس زندگی میکنین این خورما رو نخوری از دستت رفته واو خیلی خوشمزه است عاشقشم اولا قاعدش اینه که خواهر من خورما رو هم میشوره خب حالا این دفعه ما کتا میایم این دفعه رو نمیشونم بعد یه چیزی بگم وای این قچ بچه ها اگر شما میدونستید من برای یه تهیه کردن یه فیلم چه عذابی میکشم الان میخوام برم سر درسم نگاه کن داره آپلود میشه نگاه کنید خدا وکیلی من برای یه دونه فیلم یک روز کاملم میره الان برای آپلود این من یک ساعت دو ساعت نیم ساعت ویدیو رو گرفتم یک ساعت ادیتش کردم یک ساعت هم باید وایسم تا این دو سه بار این آبیا پر کنه تا آپلود شه بعد شاید بگم نصف روزم برای یه ویدیو میره خب اما بعد هیچ که نگاه نمی کنه و خیلی دلم میشکره اگه میدونستید من چه زحمتی میکشم برای این ویدیوها به خدا همتون یکی صد بار ویدیو رو نگاه میگه دلتون کباب میشد برام خیلی اذیت میشم الان نگاه کن مثلا یه چایی هم که میخوام درست کنم باید هی وایسم تا یه وقت این صفحش خاموش نشه که دوباره بره از اول
و فکر کن وقت درس خوندن، وقت زندگی، وقت کار، همه اینا میره. اینم خورما و اینم چایی. عالی. یه بهتر چیه؟ اینا میبریم دیگه، میریم برای گاردن روم یا اتاق مطالعه من؟ به اتاق مطالعه کوزی من خوش اومدین. الان میشینیم اینجا درس میخونیم تقریبا تا 2-3 ساعت، چون میدونم خیلی حوصله‌تون سر میره، فکر کنم شما نیاین بهتر باشه. تا همین حدو ببینین انگار بهتره، چون قبلا دیدم که نخواستید با من درس بخونید، گفتید که یه آقای اومده بود نوشته بود که ویدیو رو نگاه کردم به خاطر اینکه صحبت کنی، ولی هیچی نگفتی. درود بر تو. تا 3 روز داشتم به این کامنت میخندیدم و شوخی نمیکنم، پس به خاطر همین معطل دونه. تو اهل درس خوندن آقا با ما نیستی. نه نیستی، ولش کن. طبق معمول خدمت شما هستم در آشپزخانه. طبق معمول خیلی خسته شدم بچه ها. فکر میکنم که میدونیم من شبا خیلی مغزم کشش درس خوندن و اینا رو نداره، به خاطر همین گفتم بیام یه بهتری درس ها یعنی حالا که دیگه تموم کردم بهتری که بیام دیگه مشغوله. گفتم بهتره بیام مشغول کارهای آشپزخونه بشم، چون میدونی چیه؟ من موردی که دارم اینجوریه که حالا نمیدونم بگم اسمش خوب یا بد، که آشپزی یه وقتایی و کارهای خونه رو آشپزخونه رو کردن خیلی به روحیه میده، بعد یه کم خلاقیت و پخت و پز به خرج میدم و یه وقت بایم خونه رو تمیز میکنم. الان خواهرم داره زنگ میزنه که با هم صحبت کنیم، پس دیگه شما رو دیگه نمیدونم رد میکنم. من الان شوبری یا توت فرنگی شستم. خب یه چیزی که خیلی بهتون توصیه میکنم اینه که حتما یک کمی بیکینگ سودا یا همون جوش شیرین و یک کمی هم سرکه توش بریزید. کلی اگه حشره چیزی توی روزنهای ریز شوبری یا هر میوه دیگه باشه میاد بیرون، این خیلی اثر داره، خیلی خیلی خوبه. بعد شیرین خوشمزه. حالا یکی میاد کامنت میذاره خانم فلانی ما دلمون استرابری میخواد، شما مالی جلو دوبینه استرابری بخوری. به خود این کامنت ها رو میگیرم و گرفتم، یعنی تا حالا شیرینه. سسوته میری استرابری میخوری؟ چون خدایش این حرفا تو کت من نمیره. چرا؟ چون اگه اینترنت داری که بیای من نگاه کنی استرابری هم میتونی بخری. منطق داره نه؟ اصلاً حالشو ندارم با لباسامو عوض کنم، دلم میخواد همین طوری با همین لباسا برم بچه ها رو برم بیرون. بچه ها رو من شبا بعضی وقتا
میبرمشون بیرون که کاراشون رو بکنن. خودتون میدونی یعنی چی. بقیه شامینی ها رو میذارم توی یخچال. امروز بعد یه قرنی ما اومدیم رفتیم باشگاه همونجور که دیدیم دیگه حیف هم میاد که بخوام مثلا چیزی بخورم یا شام بخورم من اصلا هم شام هم نخورم هرچند که اصلا خود من مخالف اینم که کسی بخواد با این کارا لاغر کنه. دیگه دارم میخوابم بچه ها. شبتون بخیر. واقعا میدونم زود دارم میخوابم ولی خب همیشه این موقع میرم تو رخت خواب بچه ها رو بردم بیرون چون صبح باید بلنشم دیگه صبح زود باید بلنشم. هلو اینم از این که اینجا آویزونه دیدین یاد چیز افتادم از بالا آویزون میشه تو برنامه های تلویزیونی که از بالا میاد. خب دوستان خب امیدوارم که از این ولاگ خوشتون اومده باشه. خودم از گرفتن ولاگ خیلی لذت میبرم. دیگه میخوابم. اگر باز دوست داشتین یادتون نره لایک سابسکرایب شیر و حمایت کنید کامنت بذارید